عزیز، در این بخش از برنامه دکتر نهضت فرهادی روی خط تلفن داریم که سوالات مربوط به مسائل روان پزشکی ازشون بپرسیم، روانشناسی ازشون بپرسیم. خانم فرهادی، خیلی ممنون از شرکتتون در این برنامه. سپاسگزارم آقا. مرسی دکتر فرهادی. یه گزارش اومده در مجله فوربس، صحبت از این میکنه که تأثیر بحران اقتصادی و مسئله خودکشی در بین افراد میانسال یا میدل ایج به خصوص مردان. بحثی که این داره گزارش میکنه، میگه از سال 1999 تا 2010 خودکشی در حدود 31% بالا رفته، یعنی از 29181 نفر رسیده به 38364 نفر. بیشترین آماری که خودکشی توی انجام شده بین سن 35 سال تا 64 سال بوده و خودکشی در زمینه مرگ و میر از رتبه 8 در آمریکا به رتبه 4 رسیده، درست قبل از میفته بعد از در از سرطان یا کانسر. و همینجوری که اشاره کردم، بین این سن 35 تا 64 بیشترین خودکشی بین مردان بوده که 3-1 نسبت خودکشی بین مردان و زنان. و همچنین صحبت از این میکنه که میگه توی حدود 20 سال گذشته استفاده از قرصهای ضد افسردگی حدود 400% بیشتر شده. فکر میکنید دلیل، میخوام صحبت از اینه که دلیل رابطه بین بحران اقتصادی و مسئله خودکشی و مرگومی چیه واقعا؟ چرا اینقدر با هم دیگه نزدیک؟ یعنی به معنی که سطح زندگی میره پایین، افراد یا خیلی دیپرس میشن، افسرده میشن یا میرن سراغ خودکشی؟ بله، این یکی از ویژگی های جامعه ماتریالیستیک یا بسیار مادی شده است که متاسفانه ارزش هر انسان و نه فقط ارزش او، بلکه قدر و مقام و موقعیت اجتماعی او تنگاتنگ به میزان درآمد او و به میزان امکاناتی که از ابزار زندگی، نه خود زندگی، ابزار زندگی میتونه فراهم کنه. انسان در جامعه سرمایه داری حقیقتا تحت فشار این نیروهای اجتماعی هست که ساکسس یا موفقیت که نشانش هم فقط به دست آوردن میزان دلار و امکاناتی است که دلار میتواند بخرد، کم کم سبب میشه که این ارزش اجتماعی درونی بشه در ما به صورت ارزش حتی اگزیستنشیال یا هستگرایانه ما در بیاد. یعنی به عبارت دیگه ما خودمون رو هم برابر بدونیم با اون موفقیت و میزان درآمدی که تولید کردیم یا از دست دادیم. متاسفانه این یکی از ویژگی های جامعه سرمایه داری و جامعه ماتریالیستیک است. و اون وقت شما اگر دقت کنید ببینید که شما اگه مرد باشید و ثروت بیشتری داشته باشید میتونید زن زیباتری بگیرید، از طبقه متفاوتی میتونید ازدواج کنید، در کلاب‌های به خصوصی میتونید عضو بشید، دسترسی به اون چیزی پیدا میکنید که ظاهرا اسمش رو میذارن سوشال کلاس یا طبقه اجتماعی. وقتی که همه جنبه‌های زندگی به میزان موفقیت اقتصادی گره بخوره و انسان ارزشش برابر باشه با آنچه که داره، معلومه وقتی که او رو از دست میده زندگی گرفتار نوعی بحران و بی‌معنایی میشه. حالا جالبه که انسان‌هایی که برای کسب اون میزان از درآمد اینقدر انرژی و وقت صرف میکنن، معمولا روابط اجتماعیشون رو مورد قفلت، روابط انسانیشون رو مورد قفلت، روابط عاشقانه‌شون رو مورد قفلت، روابط خانوادگی رو مورد قفلت قرار میدن. بنابراین اون دلبستگی ها و دلبندی های عمیقی که ظاهرا وقتی که ازدواج میکنیم که داری و نداری در کنار هم میمونیم، دیگه به صورت یک شعاری است که درونی نمیشه. و چون ما درخت رابطه رو آبیاری نکردیم، خودمون میدونیم مثل درخت کریسمس زندگی زنگوله زیادی بهش آویزونه اما ریشه در آب نداره و رو به زردی میره. حالا اضطراب و افسردگی ربط پیدا میکنه مستقیما به بی‌معنایی زندگی. همه اینا رو که شما دست به دست هم بدین، میبینین انسان، انسانی که خودش رو اینگونه آلوده زندگی کرده و زندگی رو اینقدر محدود برای خودش معنا کرده، اون وقت وقتی آنچه که دست آورده از دست میده معنای دیگری برای زندگی پیدا نمیکنه و خودکشی در واقع کوتاه کردن مدت
رنج و مصیبتی است که یک شخص خودش رو در تحمل اون عاجز می‌بینه. چرا فکر می‌کنی روی مردان تاثیرش بیشتر این مسئله؟ بده من عذر می‌خوام که اینو میگم با پوزش از تمام آقایون. آقایون بیشتر آلوده، معتاد و گرفتار رقابت‌های مالی اقتصادی هستند. در ثانی به دلیل اینکه آقایون سرمایه‌گذاری‌های زیادی روی روابطشون نمی‌کنند و ما اینقدر سی ای اوهای موفق داریم که میلیون‌ها پول در تولید می‌کنن ولی ازدواج‌های مکرر، جدایی‌های مکرر و خانواده‌های از هم پاشیده دارن. متأسفانه یک فشار فرهنگی، دو نوع ذهنیت مرد و حتی الان نوروساینس میگه مدلی که مغز وایرینگ میکنه، یعنی لفت برین وایرینگ و ویکنس یا ضعف در رایت برین وایرینگ که با رایت برین مسئول رابطه، ارتباط برقرار کردن، احساسات، هنر، روابط انسانی و دیگر و دیگر هست. متاسفانه در مردها مغز نیمکره چپ تفوق داره و در اونجا چالش و موفقیت و منطق و دو دو تا چهار تا و پول رو پول گذاشتن به صورت یه عادت ثانویه در اومده و مردها متاسفانه خودشون رو در موفقیت معنا میکنن، در حالی که زندگی برای زنها معانی متفاوتی داره. یه زن میتونه با اوقات خوشی که با بچه هاش طی میکنه میگذرونه هنوز بتونه احساس شادمانی بکنه و غیره. از اون گذشته خانم ها مقاومتشون در برابر مشکلات زندگی به مراتب بیشتره و این همیشه در موارد مختلف ثابت شده که خانم ها مقاومت یا رزیلنسیشون در بالا پایین پستی بلندی های زندگی به مراتب بیشتره. سال بعدی در ارتباط با این صحبتایی کردم، در ارتباط با یه سری افراد هستن در ارتباط منتقد روان مسئله روانپزشکی هستن، میگن که به دنیای دور و بر نگاه کنید، طلاق داره بالا میره، خودکشی داره زیاد میشه، افسردگی زیاد داره میشه و معتقدن که روان چیزی به اسم روانپزشکی کار نمیکنه یا در بهترین عبارت روانشناسا روانپزشکا مسبب همه اینا هستن. نه نمیگن مسبب، میگن چیزی که هست در بهترین حالت مثل یک مذهب نوین میبونه که حالت آرامش بخش تایی که واقعا بتونه درمان کنه. جواب شما با این نوع طرز تفکر چی هستش؟ بله، اجازه بدید که من اینو خدمتتون میگم. اولا ما روانشناسی بد داریم، افرادی که از روانشناسی به عنوان ابزار تجاری استفاده میکنن و کارشون رو هم درست انجام نمیدن، تو جامعه خودمونم کم نیستن و کارشون رو بلد نیستن، متاسفانه گناهش به حساب روانشناسی گذاشته میشه. و ما داروهایی داریم که همزمان با حسنها و محاسنی که در درمان دارن معایبی و ساید افکتایی هم همراهشون دارن، ولی شما بالا رفتن این آمار رو به حساب شتابی که زندگی گرفته، این زندگی بی امان، پر اضطراب، پر تشویش، دیمندینگی که اول کیفیت روابط انسانی رو بسیار پایین آورده، دوم سرمایه های عاطفی رو تاراج کرده، افراد و خانواده ها رو از هم دور کرده، خانواده گسترده اول خسته‌ای شد، بعد خود این هستم از وسط دو نصف شده. گاهی زن و شوهرها وقتی اینکه همدیگر رو ببینن ندارن و در تلاش و این چرخه رقابت بی امان، بچه‌ها در خانه‌های سرد و تنها بزرگ میشن. بعد از همه اینا مهمتر پیشرفتی که تکنولوژی داره میکنه، نوعی شتابی. ببینید این اختراعات و اکتشافات علمی رو مغزهای استثنایی میکنن، ولی مغزهای عادی مجبورن با همون سرعت یاد بگیرن و وقتی در این مسئله کوتاهی اتفاق میفته، انسان بسیار موفق امروزی هم احساس بیلیاقتی و بیکفایتی میکنه. پیچیدگی زندگی. باکمینستر فیلسوف آمریکایی، فیلسوف
معاصر آمریکایی در یه سخنرانی که من اتفاقا خودم حضور داشتم در سال 1975 گفت انسان مدرن مدلی از زندگی برای خودش اختراع کرده و درست کرده و دیزاین کرده و طراحی کرده که برای دوباره انسان شدن باید 90% آنچه که یاد گرفته فراموش کنه. این همه پیشی الان فرض کنید تو روابط انسانی این فضاهای مجازی ببینید چه بحرانهای جدیدی آفریده. شما اصلا با یک کسی ماها و هفته ها دل و دلدادگی میکنی در یک فضای مجازی، او غیر واقعی، تو غیر واقعی، و آنچنان این دلبستگی ها جدی میشه که تو آشیانه خودت رو از هم میپاشی به دلیل یک به اصطلاح دل سپردگی که میتونه هیچ نوع واقعیت خارجی هم نداشته باشه. بنابراین کار روانشناسی و روان درمانی به خصوص در دنیای امروز اینه که اولا خودش رو از چنبره قصه های بدون پشتوانه‌ای که متاسفانه این روانشناسا و جامعه شناسای ایرانی که 40 سال پیش چیزی حالا خوندن یا نخوندن متاسفانه جامعه رو به سمت اونا میبرن. نمیدونم از تو کامیون 18 چرخه از رو تو رد شده، نمیدونم تو چون مادرت اینجوری کرده کودک درونت اینجوری. روانشناسی امروز بود جدیدی پیدا کرده از 15 سال گذشته، نوروساینس یا روانشناسی که مبتنی بر مطالعات دقیق عصب شناسی رفتاره، میگه ریشه مشکلات روحی یک انسان به ذهنیتی که مسئله ساز برمیگرده. ذهنیت مسئله ساز حاصل نوع وایرینگ سلول های مغزی هست و اینکه انسان از کدام بخش از مغزش بیشتر استفاده میکنه، آیا گرفتار هیجانات مرکز لیمبیک و امیگدلاس یا اینکه از بهترین بخش مغزش که مدیر اداره کننده رفتار اوست یعنی پریفرانتال کورتکس فرمان میگیره، آیا کودک در دوران کودکی یا در دوران بزرگ شدن گرفتار تراماهایی شده که دیگر قادر نیست به اصطلاح شاهراهای ارتباطات مغزی رو به بهترین بخشای مغز انسانی هدایت کنه یا نه. دوم مسئله اتچمنت و شیوه دلبستگی های یک انسان که او رو به زندگی دلبسته، به زندگی امیدوار، دلگرم و در واقع علاقمند نگه میداره. بنابراین غیر از بیماری هایی که ریشه های فیزیولوژیکی دارن، ریشه های بدنی بیولوژیکی دارن، غیر از اون بقیه اختلالات عاطفی روانی انسان ها به نوع ذهنیتی که اونها رو اداره میکنه و مهارتی که در مدیریت بحران دارن و بعد نوع دلبستگی های اونها به دنیا که از اونها موجوداتی با اعتماد به دیگران یا ترسیده از دیگران میآفرینه، مضطرب یا آرام، کسی که کنترل بر رفتارهای خودش داره یا کسانی که اول یه رفتاری ازشون صادر میشه تازه میفهمن بعدش که چه شده. و برای اینها روان درمانی هایی که روی مایندفولنس و روی تجربیات تصحیحی و ایجاد دلبستگی های امن و شیوه های مدیریت بحران کار میکنه و کاگنیتیو ابیلیتی یا توان ذهن رو بالا میبره و ذهن رو از معناسازی های معیوب به معناسازی های سلامت میکشونه. و برای این ما احتیاج به متخصصینی داریم که آموزش کافی دیده باشن، به روانشناسی به عنوان یک وظیفه انسانی و یک حرفه بسیار پیچیده و حساس که با ذهن انسان‌ها سر و کار داره نگاه کنن، تا یک کاسبکاری‌های به اصطلاح روزمره و روانپزشکی هم مکرر با اطلاعات و پژوهش‌های جدیدی که
به دست میاره، بهترین داروها رو که عوارض جانبی کمتری دارن مرتب داره میسازه و جلو میره. و من به عنوان یک روانشناس به روانشناسان جوان و ایرانیان جوانی که خوشبختانه نسل روانشناسان به اصطلاح تحصیل کرده و مسئولی رو تشکیل میدن، همیشه میگم خوش به حالتون که تا 50 سال دیگه میتوانید ببینید روانشناسی یکی از ابزاری که شما تقریبا میتوانید موفقیت کارتون رو در هر مورد کاملا پیش بینی و کنترل کنید. متاسفانه با آخر برنامه امشب رسیدیم خانم فندیم، بحث رو ادامه بدیم. خیلی ممنون از شرکتتون در این برنامه. شما میگید متاسفانه، من خدمتتون عرض کنم خوشبختانه به پایان برنامه رسیدیم، چون من این گفتگو رو با شما در مقابل رستوران سافت کریک انجام دادم. دوستانم در رستوران منتظرم هستم. بسیار خیلی متشکرم، ممنون، شب خوبی داشته باشید خانم فندیم. ممنون، متشکرم، مرسی. بینندگان عزیز، به آخر برنامه امشب رسیدیم. امیدوارم که برنامه امشب مورد توجهتون قرار گرفته باشه. شما میتونید اگر خواستید برنامه ایرانیان فینانشال تایمز رو روی GLBs کانال 175 ببینید، همچنین ifttv.com میتونید تلویزیون لایو 24 ساعته ما رو اونجا ببینید، و برنامه ما هم همچنین روی تصویر روی کانال تصویر ایران هر چهارشنبه 9 نیم شب پخش میشه. شب روز برنامه This is Michael Moore. I am here to make a citizen's arrest of the board of directors of AIG. Wall Street. سوداوران یا سارقان. We want our money back. جامعه. طغیان یا تمکین. مدیا. تعلیم یا تحمیق. They don't want a population of citizens capable of critical thinking. They don't want well-informed, well-educated people capable of critical thinking. They're not interested in that. قرن 21. آزادی یا اسارت. دنیا، بربریت یا بشریت. خاورمیانه، دخالت‌های بشردوستانه یا کشتارهای بیرحمانه. That's our new job in the world, bombing brown people. Iraq, Panama, Grenada, Libya, you got some brown people in your country, tell them to watch the out. پزشکی، طبابت یا تجارت. They basically believe that everyone is mentally ill. Anything that psychiatrists call mental illness are brain diseases or biochemical imbalances. It's all fraud. All in all, it's just a brick in the wall.